به ادامه برنامه صبح و زندگی باز هم خوش آمدیم. در این لحظات برنامه هم مهمان دار هستیم و مهمان بسیار عزیز و گرامی با ما هستند. آقای محمد عمر کمال نویسنده و سخنران انگیزشی هستند که امروز مشخصا در رابطه با صبر در برابر مشکلات صحبت میکنیم. بدون شک در دنیایی که همه ما شما زندگی میکنیم، رنج ها و درد ها و زحمات بسیار زیاده هست و این رنج ها و درد ها جز از زندگی ما شما است که نمیتونیم بالاخره کاملا از خود ما دورش بسازیم. اما در این میان صبر کردن و استقامت در برابر مشکلات یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی به خاطر رشد شخصیت ما و به خاطر پیشبرد زندگی ما است. این که خود صبر چه هست، چگونه میتونیم در برابر مشکلات صبر و تحمل داشته باشیم، راه های تحمل مشکلات کدام ها هستند، تمام این موارد را صحبت میکنیم با مهمان عزیز ما. سلام و صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدین به صبح و زندگی. سلام، صبح شما بخیر، صبح بیندگان عزیز شبکه جهانی اوریونا بخیر. بسیار تشکر، خوشحال هستیم از حضور شما در صبح و زندگی. خب در زندگی همه ما شما بخواهیم یا نخواهیم بعضا مشکلات ایجاد میشه و نیاز پیدا میشه تا در برابر این مشکلات ما گهگاه صبر و تحمل داشته باشیم. قبل از همه در رابطه با صبر میخواهیم از شما بشنویم. خب صبر امر رقمی که همه بهش باورمند هستن، ما یک معقولی معروف هم داریم که میگیم صبر تلخ است لیکن بر شیرین دارم، و در رقم در کتاب ما گفتیم که صبر به نوع خود به معنی پاسخ ندادن به مشکلات نیست، بلکه صبر خود پاسخ است به مشکلاتی که در کوتاه مدت قادر به حل کردنشان نیستیم. صبر به این معنی که شما منتظر از این میباشین که خب یک موقعیت مناسب برسه، یک فرصت مناسب برسه و بعد شما یک واکنش مناسب نشان بدین. اکثرا مشکل در کجا است که ما به نوع میدانیم که این مشکل شاید حل شود، ولی همین مدت را که حل میشه به از اینش میترسیم، از اینش ترس داریم، حراس داریم که نشده این میان کدام مشکل به وجود بیاره. و دمون قسمت صبر نمیکنیم که ما که حوصله به خرج نمیتیم. خداوند خودش وقتی که میگه شما در مشکل هستین، وقتی در عذاب هستین، وقتی در پریشانی هستین، بر ما دو چیز پیشنهاد میکنم. یعنی از دستور انسان ها تنها نیست، خداوند خودش بر پیغمبرش بر بنده هایش پیشنهاد میکنه که واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیره الا علی الخاشعین. میگه شما کمک بخواین از صبر و نماز، یعنی هر وقتی که در پریشانی هستین، هر وقتی که در جنجال هستین، شما از صبر و نماز واستعینوا بالصبر والصلاه، به ایمان که شما کمک بخواین از صبر و نماز. یعنی اگر یک مشکل دفعتن بر شما پیدا میشه، اولین کاری که میکنین حوصله کنین، دومین کاری که میکنین برین نماز بخونین. دو رکعت نماز شما را آرام میکنه، دیگه میکنه. و به خاطر از اینکه ما شما مسلمان هستیم، باور داریم به اینکه نماز گره کشا یک سری زیاد از مشکلات ماست. همین که آرامش ذهنی روانی که اکثرا در هر جای مختلف انسان ها متاسفانه از اون محروم هستن، این توسط نماز به نوع به دست میه. دوم چی میگه؟ و انها لکبیره الا علی الخاشعین. و میگه این کار بسیار مشکل و بزرگ است مگر اینکه بر خاشعین، کسی که صبر میکنه خداوند خودش را به صبر به نوع توصیه میکنه. یعنی بهترین توصیه از جانب خالق انسان است. وقتی خالق برات میگه صبر کن، پس صبر خوب است. و در یک جای دیگه در یک حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه که و من یتصبر یصبره الله. کسی که بخواد صبر کنه خداوند برش صبر میده. یعنی ای به این معنا نیست که خب ما بگیم که خدای ما را صبر بده و عملا خود ما اشتیاق به صبر نداشته باشیم، عملا خود ما نخواهیم که صبر بکنیم. به این رقم که باشه طبعا صبر به وجود نمیاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که صبر بخواه، یعنی کسی که بگه خدایا من به خاطر تو صبر میکنم، بعد از او خداوند برای صبر میده. دقیقاً عمر عزیز، حالا میشه بر ما بگی که خب آیا صبر کردن و تحمل کردن بعض مشکلات در زندگی که ما همرش مواجه میشیم در رشد شخصیت ما هم نقش داره و چه مزایای دیگه میتونه داشته باشه؟ دقیقاً یک انسان خوب، یک انسان آرام که به اصطلاح بگیم یک انسان ریلکس، کسی هست که نمیگذاره که نمی چیزا و تاثیرات منفی که از اعمال و کنش ها و رفتارهایی که در چهار طرف ما هست بر ما تاثیر منفی بگذاره. وقتی کوگون نگذاشت به این مانا که میتونه یک تصمیم خوب بگیره. اکثرا مشکل در کجاست؟ کسایی که شخصیت های مثلا زود واکنشی دارن، زود واکنش نشان میتن، زود عصبانی میشن، به یک مورد بسیار خرد کوچک به وجود میه، نفر میبینه که به حد عصبانی است که فقط بگی که خدای ناکده برش یک نقص کلان رساندی، یک چیزش گم شده. همیشه گفتم در بدترین سناریویی که در زندگی به انسان اتفاق میفته، همیشه از او که یک سناریوی بدتر وجود داره. هیچ چیزی نیست که شما بگین که این بدترین حالت زندگی میست. نخیر، حتی از او کدام
یک حالت بدتر است. در این حالت ها وقتی که انسان به یک مشکل مواجه میشه، انسانایی که به نوع روی شخصیت اینا خود کار میکنن، اونا گوش میکنن، یاد بگیرن که چگونه حوصله بکنن. من بر شما مثال میتم. خب طبعا این به این معنا نیست که ما بی حوصله نمیشیم و این به این معنا نیست که ما صبر نمیکنیم. کلگی صبر میکنه. هیچ انسان در روی زمین وجود نداره که صبر نکنه، ولی میزان صبر که در برابر مشکلات داریم و فرق میکنه. به نوعی اگر یک نفر بیخی حسابش هم خراب شوه، خب یک حشره شاید به سرش بشینه، یا دیگه یک دفعه اول حتما صبر میکنه، ولی دفعه دوم هم انسان عصبونی که باشه یک واکنش خراب نشان میده یا یک مشکلی که برش به وجود میاد، یعنی کلگی صبر میکنن، ولی میزان صبر فرق میکنه که انسان چقدر به نوع صبر داره در برابر مشکلات اینا. وقتی شما صبر میکنین، شما کمتر صحبت میکنین، شما زیادتر میشنوین از دیگرا و میبینین که دیگرا چی هست، تا اینکه شما هم یک واکنش مثبت مناسب نشان بدین، به وقت است که شما از لحاظ شخصیتی هم رشد میکنین. انسانایی که با صبر باشن شما کار خوب پیدا میکنین. در هر دفتر یک کارمند که صبور باشه و رکولگی دوست داره، تا اینکه یک کارمند که بسیار پرخاشگر و حساب خراب اینا باشه. دقیقا. شما به نوع یک همسفر خوب پیدا میکنین. به این معنا نیست شما کسایی که ازدواج میکنن زود اعصابشون خراب میشه، از خانم بالای شوهر خراب است، از شوهر بالای خانم خراب است. چی گپ است؟ ده گپ بسیار عادی و معمولی. کسایی زیاد گذران میکنن، کسایی زیاد میتونن رابطه های خود پیش ببرن که صبر دارن، کمپرومایز دارن. کسی که صبر نداشت به این مفهوم که اون نفر به نوع نمیتونه، خب یک روز جنگ، دو روز جنگ، بالاخره یک روز گپ دمی جدایی اینا میکشه. شما دوست خوب پیدا میکنین وقتی که صبر داشته باشین. همیشه دیده باشین دوستایتان که زود اعصابش خراب میشه، هیچ کس دوست نداره که برای زود زنگ بزنه، هیچ کس دوست نداره بود دیبیت کنه، گپ بزنه، صحبت کنه، مناظره کنه. یکم در یک جایی که شما میشینین صحبت میکنین، امورم کس دوست نداره. و همین رقم شما برادر به شما، شما را دوست می‌داشته باشه، مادر دوست می‌داشته باشه، پدر، خواهر، کلگی، یعنی جامعه شما را دوست می‌داشته باشه. جامعه همیشه آدمایی که با صبر است دوست داره، چون بزرگترین صابر در بین انسان ها کی بود؟ پیامبر بزرگ اسلام بوده. خداوند امتحان میکنه در راههای سخت. مثلا شما را رستم جان به یک را امتحان میکنه، مرا به یک را امتحان میکنه، دوستای ما را به دیگر را امتحان میکنه، همه گیر برای های مختلف آزمایش میکنه که ببینه که آیا امی انسان واقعا لیاقت آنچی را داره که برش دادیم، آیا امی انسان واقعا به نوع از آزمونی که ما برش مد نظر گرفتیم بیرون میبره یا خیر. طبعا خداوند از المغایب میفهمه، میدانه که انسان چی کار میکنه، ولی در این حال هم بنده خدا آزمایش میکنه و باید یگانه رایی که میتونیم از این امتحانات و آزمونا به خیر بگذاریم این است که صبر داشته باشیم. دقیقاً واقعا نکات بسیار مهم خودت یادآوری کردی و کتابی که هم نوشته کردی تحت عنوان چگونه باید تغییر کرد. خب ما نیاز داریم گاهگاه مشکلات شخصیتی خود ما را تشخیص بکنیم و به خاطر پیدا کردن راه حل و راه حل منطقی اقدام بکنیم. حالا از کجا باید تغییر را در شخصیت خود ایجاد بکنیم، بخصوص اگر ما فرد بسیار واکنشی هستیم، صبر و تحمل در برابر مشکلات نداشته باشیم؟ اولین کار که شما میکنین، اول پیدا کنین که کدام گپا حسابتان خراب میکنن، چی چیز باعث بی‌صبری شما میشه. مثلا در اگر ما خود بسنجم، شاید یک عالم موارد باشه که روی اعصابم به اصطلاح را بره، اعصابم خراب بکنه و برام یک مشکل ایجاد کنه. من اول باید مسائل کوچکش پیدا بکنم، و یا هر کس دوستایی که میبینن شما پیدا کنین کوچکترین مسئله که زود شما را بی صبر میسازه چیز. وقتی که یاد گرفتین، بار دیگه کوشش کنین که در مقابل از اینم واکنش نشان ندین. مثال اگر شما یک راننده هستین، در راه میرین و یگانه چیزی که سر اعصابتان راه میره اینه که یک موتر از پشت راه میکنه و اینمی اعصابتان خراب میشه، شما بیاین یک روزی را پرکتیس کنین کمی کار اگه نکنین چی. مثلا یک نفر سر تو راه ران کرد، بگین خب خیر یک دقیقه بر یک بار چپ تانه بگیرین. وقتی که شما یک باری را عملی کردین، به اصطلاح پرکتیس کردین، بار دومی بر شما آسان میشه. بار دوم و سوم و چهارم شما میتونین که این عادت بد از خود دور بکنین. یعنی همیشه صبر از کوچکترین چیزا شروع میشه. و دومی که نخواهید که ناامیدی، مشکل و غمتان، یعنی داستان همگی نسازین که در یک خانم شما برین که والله تو مشکل است. همه ما ببینین هر کدام ما مشکل داریم. یک کس اگر تجار هم است مشکل داره، بیم سرمایه خدا داره، خب در این وضعیت من سرمایه خدا چی رقم نگاه کنم، در کجا مصرف کنم، دیگه کنم. اگر یک کس نادار هم است مشکل غذا و نان آب داره، یعنی خداوند خودش در قرآن کریم میگه و میگه ما انسان ها در رنج و تکلیف آفریدیم. اینطور گفته نمیتونیم که کل انسان راحت است. هر انسان مشکل خود داره، ولی پیشتر هم گفتم همون رقم که میزان صبر ما نسبت به مشکلات تغییر میکنه و فرق داره از هم دیگر، بنابر میزان مشکلات که خود ما داریم و هم فرق میکنه. خداوند حتی در قرآن کریم به پیامبر گرامی ما میگه که ولی ربک فصبر، یعنی به خاطر خداوندت، یعنی به خاطر خدایت صبر کن. ما و شما هم اگر در یک تکلیفی می باشیم،
گفتم صبر باز به این معنا نیست که خب خیر ما دیگه هیچ واکنش نشان نمیدیم، همتون میشینیم ببینیم که چی میشه. نه خیر، کوششتون میکنی ولی صبر میکنی تا نتیجه شه ببینی. دقیقاً صبر همیشه، مثلا یک کس اگه نادار است، او از راه های مختلف بنام کوشش خود میکنه که خب یک وظیفه پیدا بکنه، یک کار پیدا بکنه، به یک نوع روزی حلال کسب بکنه، ولی در جریان که کار میکنه باید صبر بکنه. هدف ما صبر است، یعنی صبر به این مفهوم نیست که شما اصلا هیچ کار نکنین، کار مثبت بکنین ولی بر چیش صبر باشین. و در یک جای دیگه خداوند میگه فصبر صبرا جمیلا، و پیغمبر میگه که صبر کو، ولی کدام نوع صبر؟ صبر جمیل، صبر زیبا. وقت صبر جمیل به این معنا صبر که شما مشکل دارین، شما اندوه دارین، شما ناامیدی دارین، ولی هیچ کس دیگه خبر نمیشه جز خدا، و شما میدانین که خدایا اینمی که تو میدانی بر من اینمی کفایت میکنه. و مطمئن باشین با کسایی که باور داشته باشین. همیشه یک فاکتور بسیار مهم در زندگی ما، هم از بعد معنوی هم از بعد اخلاقی، ای است که ما به کاری که میکنیم باور داشته باشیم. یک انسانی که به کاری که میکنه باور نداشته باشه، او هیچگاه نمیتونه به خواسته و آرمان های بزرگ خود برسه. دقیقاً. و دلیل ما است که شما به کاری که میکنین باور، اگه صبر میکنین و باور ندارین که صبرتون نتیجه میده، ما برتون میگم صبرتون نتیجه نمیده. چون شما خودتون باور ندارین، ذهنتون آماده میکنین به یک کاری که میگی نتیجه نمیده، و وقتی که ذهنتون فکر کرد نتیجه نمیده، کارهایتون هم جدی نمیباشه. شما کارهایی را میکنین، کارهایی میباشه که با صبر شما را راهنمایی نمیکنه. بزرگترین چیز چی است؟ شما باور کنین که بله، این کار اگه من میکنم این نتیجه بر من خواهد داشت. دقیقاً. خب در زندگی همه ما شما مشکلات بسیار زیاد وجود داره، ولی بسیار مهم است که ما چطور میتونیم با این مشکلات تعامل بکنیم و برخورد بکنیم. و کسایی که مشکلات زیادتر در زندگی سپری کردن، طبعاً که قوی تر هستند و میتونن با مشکلات بزرگتر به راحتی تعامل برقرار بکنن. خب حالم داشتن دوست های مثبت اندیش، دوست هایی که واقعا از ما کرده سطحشان بالاتر است، آگاهیشان بالاتر هست، چقدر مهم است تا ما بتانیم در کنار از اونا حس خوب پیدا بکنیم و تغییرات را در ذهن ما و در عملکرد زندگی خود ایجاد بکنیم. و همنشین خوب دبن از آدم خوب میسازه، همنشین بد از آدم بد میسازه. انسان ها دو نوع اعمال دارن، یکی اعمال است که در فطرت و ذاتشان است، مثل خوردن، نوشیدن و راگشتن و اینا است که از اول جنایشان به می آماده شده که می کارا باید انجام شه. یکی اعمال است که ما از جامعه کسب میکنیم. شما در دنیا گالم فرهنگ های مختلف میبینی، فرهنگ ها از کجا شده؟ چرا مثلا یک هندی یک نوع فرهنگ داره، یک افغان یک فرهنگ دیگه داره، یک ایرانی یک فرهنگ نسبتا متفاوت داره، یک عراقی دیگه داره؟ به خاطر چی که جامعه یک سلسله اعمال بوده که از جامعه، از گذشتگان خود اینا به ارث بردن و کسب کردن. بنان مهم هم یه است که وقت دوست انتخاب میکنیم، دوست خوب انتخاب کنیم. وقت اگر دوستتان است، اگر برادرتان است، اگر هر کسی که در نزدیکی شماست، یک چیز باید داشته باشه. پیشرفت دوستتان هیچگاه به معنای پسرفت شما نیست. وقت شما به یک آدم که از شما که بیشتر میفهمد دوست میشینی، کمک میکنه که تاثیر مثبت سر شما داشته باشه. بعضن متاسفانه در جامعه ما یک مشکلی که وجود داره، بعضی دوستات فکر میکنن که والا اگه این دوستم از زیاد پیشرفت خود جگرخون میشن از پیشرفت دوست خود، از برادر خود، که ما چرا والا عقب مونده می پیشرفت نخواهید. اگه او آدم باشه در یک جای خوب برسه، سبا خیرش به تام میرسه، ولی اگه او بدبخت باشه خدای ناکرده و تام بدبخت بمونی، خب هیچ کدام تو نکی دیگه تان کمک نمیتونین. دوست رو انتخاب کنین که همیشه انگیزه مثبت بر شما بده. ببینین، ما بازم میگم وقتی که ما از چیز مثبت گپ میزنیم، به این معنا نیست که ما در بود منفیش قرار نداریم، ما در دنیای منفی قرار نداریم. در گفتم پیش از خدا، اون وقت خودش میگه که ما انسان در تکلیف آفریدیم، در رنج آفریدیم. به این مفهوم فایده از چی است؟ وقتی شما در تکلیف و در رنج هستین، دنبال راه حل میگردین. حالا اگر انسان فرض مثال به همه غذاهایی که از اول در طبیعت داشت بسنده میکرد و این مشکل برش نمی بود که به غذای مختلف نیازمند نمی بود، خب کشت زراعت نمی کرد، خب قدر دنیا پیشرفت نمی کرد. اگر ما و شما به نوع به رساندن پیام نیاز نمی داشتیم و به گپ زدن نمی تونستیم، روز قبل پیشرفت نبود، دستگاه تلویزیونی نبود، دستگاه رادیویی نبود. یعنی هر تکلیف و رنج به خاطر ازی است که انسان میتونه باز به او یک کار بهتر انجام بده که هم به خودش خیر میرسه و هم به هم نوانش خیر میرسه و هم بر طبیعت خیر میرسه. بنان دوست خوب انتخاب کنین، دوست مثبت انتخاب کنین، دوست را انتخاب بکنین که رفتارش رفتار شما را خوب کنه. اگر میبینین که یک دوست انتخاب کردین شما را بی‌صبر میسازه، یک دوست انتخاب کردین که رویه و رفتار یا سرویه شما تاثیر بد داره و همگی از شما دور میشه، بهترین راهش همین است که با دوستان بگید خب من دوست دارم دیگه، ولی کمتر در تماس میباشیم. یا بنو یا برش بفهمانین، اگر فهمید که خوب، اگر نیک نفهمید از دوری کنین. چرا؟ چون اکثر کسایی که معتاد شدن، اکثر کسایی که در زندان ها بودن، اکثر کسایی که دست به اعمال و جرایم خلاف اخلاقی و اینا زدن، دلیلش میدونن چیز دوست است.
گفتم انسان کسب میکنه. ما شما از بطن مادر به این رقم نمیباشیم که به اصطلاح مستقیم همه چیز بدانیم. ما شما کسب میکنیم از جامعه و بعد از او که به نام کلان میشیم و دیگه میشیم میدانیم که تاثیر دوست منفی و مثبت چقدر است. در سنین خورد به عنوان یک مورد دیگه هم که خود والدین باید متوجه ازی باشن که می پسرم دخترم که کی سر کار داره. یک دختر 13 ساله 12 ساله، یک بچه 12 ساله 13 ساله قدر خیر خدا نمیفهمه، اون نمیفهمه کی انتخاب میکنه، چون بناو دیدگاهش به اونمو دیدگاه کودکانه آماده شده. حالا شما اگر میخواین که یادم رشد کنه، مادر پدرش باید متوجه ازی باشه که دمی سن با کدام دوست خود مواجه است بشه. و عمر عزیز، بعض افراد هستن که واقعا اگر دچار یک مشکل میشن یا یک مشکل شخصی می داشته باشن، مشکل خانوادگی می داشته باشن، همیشه داد میزنن و شکایت میکنن بر هر کسی که در مقابلشان قرار میگیره، اگر دوستشان هست، اگر همسایه‌شان هست، اگر همکارشان هست، شکایت میکنن. چقدر این موضوع میتونه در تخریب شخصیت خود ما و در بدتر ساختن ذهنیت های منفی در ذهن ما بالاخره نقش و رول داشته باشه؟ با عنوان پیام گفتنی میخوایم در آخر از خود داشته باشیم، چون فرصت محدود است. درست. اولی که ببینید، شما وقت شکایت به یک کس میکنین، آیا شما واقعا باور دارین که شکایت به این نفر که میکنین مشکلتون حل میکنه یا نه؟ زیادتر افراد خوب میفهمن کمی داستانه که خب ما در جا شکایت میکنیم، هیچ کدامش به ما کمک نمیکنه، یا بعد اصطلاح عام هیچ خیر هیچ کدامش به ما نمیرسه. وقتی نمیرسه چرا شکایت میکنی؟ ببینید، ما انسان هستیم، ما حتما عاری از اشتباه هستیم، ما عاری از مشکل هستیم، ولی وقت مسلمان هستیم باورم به این داریم که خدا این چیز را که میگه او درست است. وقت خدا این تو را به صبر دعوت میکنه که نکوی کاره، وقت خدا این برات میگه که اینی کاره به نوع برات نقص داره، برات ضرر داره، ما باید بپذیریم. یا مثلا ما پیشتر گفتم نه، به خود پیامبر دستور میده که فصبر صبران جمیلا، صبر کو، صبر جمیل، صبر زیبا. و تعریف شما گفتیم صبر جمیل صبر است که اگه تو یک مشکل داری، اگه یک ناامیدی و اندوه داری، کس دیگه جز خدا خبر نشه از او. شب طبعا شاید بعضی چیزا ظاهری باشه، مثلا ناداریت مردم ببینن دیگه، ولی ای که تو چقدر جگرخونه سی، پرایشانی ته نگاه کو. در چندین جای خداوند متعال به پیامبر توصیه میکنه، میگه ای بناو، بعضن پیامبر خودش بناو دچار پریشانی میشد، دیگه میشد به خاطر اومدش گریه میکرد، دیگه میکرد. در هر موقع خدا هم برش میفکر صبر کن. به خاطر چی که بسیار خوب. اگر صبر نکنیم، ببین رای هیچ پاسخی، هیچ رای حل بهتر از صبر به هیچ مشکل در دنیا وجود نداره. بسیار زیاد تشکر میکنم عمر عزیز از حضور خود در برنامه صبح و زندگی و از گفتنی های خیلی جذاب و مفیدی که با ما و هموطنان عزیز ما شریک کردی. با امید همکاری بیشتر در برنامه های آینده. ممنون دوستم جان، تشکر از شما، تشکر از همکارانتان و همچنان بیندگان عزیز. سلامت باشین، اوقات خوب و خوش براتون. خیر باشه. از شما هم قلبا سپاس که تا این دم در کنار صبح و زندگی هستین. وقفه میگیریم و برمیگردیم.